بیشتر در این باره گفتگو میکنیم با کامران متین استاد روابط بین الملل از برایتون سلام میکنم به شما آقای متین نتانیاهو در واکنش به احتمال به رسمیت شناختن فلسطین از سوی کشورهای غربی گفته توافق دیکته شده رو به رسمیت نمیشناسه حالا با این تصور اگر اسرائیل موافقت نکنه اصلا کمکی میکنه این به موضوع اسرائیل و فلسطین خب میدونید همین الان هم حدود 140 کشور دنیا کشور فلسطینی رو به رسمیت شناختن ولی واقعیت این است که هیچ کدوم از کشورهای عضو گروه هفت یا کشورهای عمده غربی این کار رو نکردن در نتیجه اگر هم قرار باشه این به رسمیت شناخته شدن کمکی در دراز مدت به حل مسئله فلسطین و اسرائیل بکنه باید این کشورها در این در واقع به رسمیت شناخت شدن دولت فلسطین است و این کشورها هست که میتونه تاثیرگذار باشه و در میون این کشورها هم آمریکا از همشون مهمتره چون بیشترین ابزار فشار رو بر روی اسرائیل داره اما اینکه خود این به رسم شناخت شدن چقدر میتونه کمک بکنه واقعیت اینه که تا زمانی که جنگ هست و در کوتاه مدت خیلی بعید این تاثیری داشته باشه ولی در دراز مدت به فرض اینکه این جنگ تموم بشه و نوع آتش یا صلح دراز مدت تری بین طرفین صورت بگیره خب فشارهای دیپلماتیک و بین المللی رو روی اسرائیل بیشتر میکنه اگر این به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای عمده غربی مثل فرانسه یا آلمان یا حتی اتحادیه اروپا به طور کلی چیزی که اسپانیا ازش صحبت کرده صورت بگیره چرا که خوب این دولت فلسطینی میتونه از ابزارهایی که در دسترس دولت‌های مستقل هست در عرصه بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل استفاده بکنه و فشار بیشتر خواهد شد ولی در نهایت من فکر می‌کنم این فقط موضع آمریکاست که واقعا میتونه تاثیرگذار باشه روی رویکرد دولت اسرائیل به مسئله به به حل مسئله بین فلسطین مناقشه بین فلسطین و اسرائیل آقای متین در مورد رفح میخوام سوال کنم از شما اسرائیل گفته حتی در صورت توافق هم به, به, رفع حمله خواهد کرد آیا با وجود اصراری که اسرائیلیا ها میکنن برای حمله به رفع اصلا میتونیم چشمندازی داشته باشیم برای توافق؟ اگر منظور از توافق در واقع آتش بس باشه این احتمال هنوز هم هست هرچند وزیر نخست وزیر قطر در همین اجلاس مونیخ خیلی با دلسردی و نا... با ناامیدی از روند گفتگوها صحبت کرد و هماس هم که کلا فعلا از گفتگوها بیرون اومده تا زمانی که نیرو... کمک های انسان دوستانه به به غزه برسه اون چیزی که در واقع اونا اعلام کردن ولی واقعیت این است که ماموریتی که ناتانیاهو و دولتش برای خودشون در غزه تعریف کردن بدون تذیف استراتژیک حماس در واقع ناتمام هست و اونها اون رو شکست تلقی میکنن از این رو تا زمانی که فشار جدی نباشه از سوی آمریکا من فکر میکنم که اونها به این حمله خواهند دست خواهند زد صرف نظر از اینکه توافق برای آزادی گروگانا تا کجا پیش بره و از سوی آمریکا هم نشانه ای داله بر فشار جدی نیست حتی صحبت از این است که تصویب شده که سلاح‌ها و امکانات بیشتری حتی در هفته های آینده به اسرائیل داده بشه ولی خب در دراز مدت نهایتا مسئله فلسطین و اسرائیل به نظر نمیرسه که راه حل نظامی پایداری داشته باشه و نهایتا باید دید که آیا دولت اسرائیل در, در از مدت حاضر هست که از طریق در واقع مذاکره به یک راه حل دو دولتی تن در بده یا نه آقای متین خیلی ممنونم از توضیحات